بیانیه اکثریت مجلس ایتالیا همراه با اسناد امضا شده از سوی 320 تن از نمایندگان در حمایت از مقاومت ایران و راه حل سوم به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تقدیم شد. اکثریت نمایندگان مجلس ایتالیا خواهان لغو بلادرنگ برچسب تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران شدند. اکثریت با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سالن استامپا محل برگزاری جلسات مطبوعاتی پارلمان و دولت ایتالیا توسط کارلو چیچولی از حزب ائتلاف ملی، حزب حاکم ایتالیا و نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف اعلام شد. هنگام ورود خانم رجبی به مجلس ایتالیا، هموطنان مقیم این کشور که در برابر مجلس اجتماع کرده بودند، با شعارها و ابراز احساسات پرشور خود از رئیس جمهور برگزیده مقاومت استقبال کردند. نمایندگان پارلمان ایتالیا از تمامی احزاب این کشور که شماری از رؤسا و اعضای کمیسیون‌های مختلف در میان آنها بودند، با استقبال از خانم رجوی در هنگام ورود به مجلس به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خیر مقدم گفتند و از سفر ایشان به ایتالیا قدردانی کردند. Yeah.
پس از اهدای بیانیه اکثریت مجلس ایتالیا به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم الیزابتا زامپاروتی نماینده مجلس ایتالیا از حزب رادیکال، خانم آمالیاش سکیرو نماینده مجلس ایتالیا از حزب دموکرات، خانم سواد اسپای نماینده عرب تبار مجلس ایتالیا، خانم پاولا گویسس نماینده مجلس ایتالیا از لیگ شمال، خانم یول سانتلی از حزب زندباد ایتالیا و نایب رئیس کمیسیون قانون اساسی، ضمن خیر مقدم به رئیس جمهور برگزیده مقاومت بر حمایت احزاب مختلف ایتالیا و افکار عمومی این کشور از مقاومت ایران و محکومیت سیاست مماشات تاکید نمودند و ابراز امیدواری کردند که سفر خانم رجبی به ایتالیا آغاز پایان سیاست مماشات در برابر استبداد مذهبی حاکم بر ایران و سرآغاز سیاستی جدید در حمایت از آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران باشد. بیانیه